دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال من خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالم که میبینم ویدیوهای من براتون جذابه و خودم هم از این ژانر جدید لذت میبرم. امیدوارم که براتون مفید باشه. خب بچه ها، ما فقط 80 خورده هزار سابسکرایبر لازم داریم که به 100 هزار تا برسیم. امیدوارم که شما که دارین ویدیو من رو میبینین سابسکرایب کنین که خیلی زود با همه 100 هزار تا برسیم. اما بچه ها ببینین، یه چیزی منو ناراحت کرده و من دلم خواست که اینجا بیان کنم. ببینید، کشور ما از اون رأس حکومت یه کاری میکنه که شما فرار کنی، گرونی و غیره، هر چیزی که الان هر کی داره. مثلا آرتیستای ما همه فرار میکنن. به من چند ساله که مجوز کنسرت ندادم، من از سال 93 تا 97-8 کلی کنسرت راک میذاشتم، همه با مجوز، بی مشکل، بی نقص، سلیقه‌ای. حالا دو سالش که کرونا بود، یه سال قبلش به راک مجوز نمیدادن. از جمله من الانم چند ماهی که دنبال مجوزم و مجوز نمیدن و شما رو وادار به فرار میکنن. خیلی آرتیست داشتیم، شادمهر و غیره، همه خیلی ها رفتن. کلن یک کاری میکنن که شما فرار کنی. این رفتار در کل جامعه، یعنی فرهنگ ما رو به سمتی میبرن که ما همه به همدیگه هم بپریم و باعث بشیم که توی فیلدهای مختلف همه فرار کنیم. ببینید، من یه سری اینجا آنالیز گذاشتم براتون که خیلی سرش فوش خوردم. بچه من اینا رو برای شما با عشق و علاقه دارم میگیرم. شما دارین کلی از من چیز یاد میگیرین. من بیشتر از 100 ویدیوی آموزشی رایگان با جزئیات گذاشتم، آموزش تدریس گیتارهایی که شما هیچ جای یوتیوب پیدا نمی‌کنین، حتی یوتیوب انگلیسی. هیچ جا پیدا نمی‌کنین. حالا اونایی که و حال آموزش دیدن خودشون هم میدونن، خودم هم میدونم که چی گذاشتم تو یوتیوب و چه ویدیوهایی گذاشتم که سالهای سال به عنوان یک هدیه از من میمونه. هیچ کس نیاز به هیچ معلمی نداره و معلمها هم میان از این ویدیوها درس میگیرن و میرن آموزش میدن، کمان که دوستان خودم. من با عشق و علاقه و با جزئیات تمام فوت کوزه‌گری رو به رایگان در اختیار شما گذاشتم. الانم تو این ژانر وارد شدم، دارم آنالیز و تحلیل میکنم و این وسط کلی معلومات تئوری موسیقی در اختیارتون میذارم. اما خب نقد شامل خوبی و بدیه، فقط که همش خوبی نیست که. هممون انسان، نقد هر چیزی، یا حالا میخواد موزیک باشه یا هر چیزی، مثلا شخصیت یا هر چیز. اینکه نقد من مورد سلیقه شما نیست، اوکی، ولی اینکه شما بیاین من بد و بیرا بگین، این واقعا باعث میشه خب من هم فرار کنم. یعنی من هم دیگه این کار رو نکنم، بگم آقا چه کاریه، من دارم برای شما کلی ویدیو میگیرم، کلی وقت میذارم و دوست دارم مورد توجه مثبت قرار بگیره، حتی اگر که به سلیقه خوش نیاد. دیگه فوش دادن واقعا جایگاهی نداره و این فرهنگ ناراحت کننده است، فرهنگ فوش دادن. من یادمه که شما لیونل مسی به ایران گل زد، رفتم بهش کلی یوتیوب صدها هزار فوش دادن. خودتون خوبی؟ نه چی خوبه؟ به هر حال بچه، امروز میخوایم چیکار کنیم؟ من توی آهنگایی که چند آهنگ از تتلو گوش دادم و با یه سرشون حال کردم، با یه سرشون حال نکردم، دوتاشون رو حال کردم و یکیشون رو خیلی حال کردم. من باهات قهرم به نظرم از 10-20 اول موسیقی پاپ بعد از انقلابه. به نظرم فوق العاده زیباست. دیدم که یه کنسرت داره ازش، چند ماه، یکی دو ماه پیش، یه ماه پیش انگار کنسرت ازش هست تو یوتیوب. میخوام اونو ریاکشن کنم و آنالیز، که حالا بیشتر ریاکشنه، آنالیز هم حالا در حد بحثای فنی کنسرتی. نزدیک به 4 ساله که خودم کنسرت نتونستم در تهران بذارم به خاطر موضوع مجوز و دلم واقعا برای کنسرت تنگ شده. الان احتمالاً این ویدیو رو ببینم ناراحت میشم، چون که دوست داشتم، خودم هم خیلی دوست دارم کنسرت بذارم. حالا شاید منم رفتم در ترکیه و اینها و این ناراحت کننده است که با آدم طوری رفتار بکنن که شما بذارید کشور خودت بری. خب من در کشور خودم سالها زحمت کشیدم، در ژانر خودم هر کنسرتم 900 بلیت میفروشه که این عدد خیلی بزرگی محسوب میشه در کشور من، در ایران، برای ژانر موسیقی من، که من 900 بلیت رو در یه روز سولد اوت میکنم، عدد بسیار بزرگی محسوب میشه. من خیلی برای زحمت کشیدم. اینکه شما جلوی منو بگیری من برم تو ترکیه، من به این راحتی نمیتونم انقدر بلیت بفروشم، من باید خیلی دوباره زحمت بکشم. خب من زحمت ها رو کشیدم سالها. حالا دیگه بچه غور نزنم، میریم سراغ ترک. من عاشق این ترک هم و ببینیم که تتلو لایوش چطوره.
اون ترک آلبومش که فوق العاده بود، یعنی ریکورد آلبومش فوق العاده بود، هم ریاکشن کردم هم تدریس کردم، الان میخوام کنسرتش با هم دیگه ببینیم، بریم و حال کنیم. من دلم به به جمعیتی دیگه، همینو بریم بس دیگه بریم. به نظرم بهترین آهنگ تتلوه. نمیگم برگرد. به به چه جمعیتی. اوف. نمیگم ولکن. نمیگم قلبم. خب یه ذره توضیح فنی بهتون بدم بچه. ببینیم کنسرت از میکروفونش شروع کنم. این چیزی که من دارم میبینم یا سنهایزر هست یا شور SM58 هست، حدس میزنم 58، البته یه لحظه دیدمش، اینم شور SM58 58 برای لایو. ببین میکروفون های داینامیک میکروفون هایی هستن که صداها رو فقط در دوربر خودشون خوب میگیرن، یعنی صدایی که اگه یکی اینجا حرف بزنه رو خوب نمیگیرن. اینا خوراک لایون، چون تو لایو کلی درامز و همه سرصدا جمعیت و اینا کمتر صدای یارو. الان ببینید من اینجا حرف میزنم چقدر صدا فرق کرد نسبت به اینجا، میبینین؟ تازه الان یه ذره رفتم عقب، ببینید مثلا 5 متر برم اونورتر چی میشه. و 57 یکی از بهتر 58 یکی اصلا بهترین پرفروشترین، پر همه چی ترین، پر فلان بیسار ترین، پر کاربرد ترین میکروفون کنسرت ها در دنیاست. 58 حدس میزنم که 58 باشه. بعد مترونوم آهنگ بالاتر از آلبوم بود، چراشو نمیدونم چرا این کارو کردن. گام آهنگ حدس میزنم بمتر از آلبوم بود، آلبوم فامینور بود. بله در میمینور این کنسرت برگزار شده. چرا میدونین؟ ببینین اصولا آلبوم ریکورد، خب دیگه شما تو خونت نشستی، یعنی تو استودیو نشستی، آبتو میخوری، چایتو میخوری، فلان یه دور میخونی، اگرم ضعفی داشت میری دوباره میخونی، استراحت میکنی. ولی تو لایف شما 2-3 ساعت آهنگ بخونی. برای من این نیم پرده یه پرده اصولا بمتر میکنن نسبت به توانایی خواننده که این بهش خیلی تو هاینوت بهش فشار نیاد. این کار خیلی رایجه. متالیکا می مینور، کنسرتش ردیز مینوره. این آهنگ فا مینور بود، الان کنسرت می مینوره. به 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 جمعیت درام پرفکته، درام پرفکته. این اینا بچه ها اینسترومنت ها که الان دارن میزنن تنظیم آلبوم نیست دیگه، درام پرفکته. اسمشو یادم نیست ولی تو ایران بود اون پسره، الان حضور ذهن ندارم اسمشو، از درامرهای خوب ایران بود که الان داره برای تتلو میزنه، از درامرهای خوب بود، بسیار خوش سلیقه، خالی و عالی. بیس پرفکته، فکر کنم بیسیستشم بیسیست قبلی فرزاد فرزین بود، الان موهاش بلند بود، اینو حدس میزنم الان داره برای تتلو میزنه. گیتاری که داره ملودی میزنه عالی، تنظیم عالی، میکس عالی، خودش فوق العاده میخونه. تیون، حالا من کنسرتاش نرفتم که آیا واقعا تیون میخونه یا این بعدن یه اصلاحیات استودیویی شده، اما این چیزی که دارم میبینم پرفکت. جمعیت حال دارم میکنه. درامز پرفکته، میگذرونم من هر طوری بشه، همه روزم شدن یه شک، بذار جونم برات بگه. چقدر آدم چقدر داره که خیلی کنسرت حال میده، یعنی برای خودی کسی که روی استیج وایساده همخونی هیچ لذتی در دنیا به نظر، هیچ 500 لامبورگینی هم بهت بدن انقدر که شما وایسی رو استیج و صدها یا هزاران نفر جلوت باشه و باهات همخونی کنن، اصلا بچه ها یه شعفی میگیردت که هیچ چیزی باش قابل مقایسه نیست. من مطمئنم تتلو بهترین دقایق زندگیشو داره توش سپری میکنه.
من به نظر چند هزار نفر میاد. من سابقه بیشتر از 900 تا بلیت فروشی و کنسرت‌های آخرم همه در علیکه بود که همه 900 تا بلیت فروش بود. اینجوری چند هزار تا رو نداشتم، ولی فکر میکنم که خیلی باید حال بده. این چقدر داغونم، بیا بذار دلم دوباره زنده شه. من دلم واسه یه دل خوشه، و بیس پرفکت داره آکورد رو تعویض میکنه. ببینیم بیس سیسته فقط نوت های کورد رو نمیگیره، در واقع داره فواصل 3 و 5 کورد هم داره میگیره، به همین خاطر بسیار زیبا پر میکنه. پیانیست اکسنتی که میگه دنگ 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 توی کیبورد دستشه دیگه، ولی برای کیبورده، برای تاچش تنظیماتی که کرده اکسنتش فرق میکنه و میتونه قشنگ بوم 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 این کار رو انجام بده که واقعا هم داره با فوق العادگی نوازنده ها بچه ها خیلی دارن خوب میزنن، خیلی خوب، خیلی خوب، تنظیم خیلی خوب. یه بار دیگه من دلم به به ملودی هم که نامبر وان. خب بچه ها اصلا راجع به موسیقیش چون یه تحلیل کامل کردم چیزی نمیگم دیگه، میتونیم مراجعه کنیم به موسیقیشو چجوری تحلیل کردم. پرفکت تنظیم این آهنگ، پرفکت. سعی کردم که اینجا دیگه زیاد زر نزنم که بچه ها ساز بزنم. خیلی کوله، خیلی، فکر کنم خیلی اونایی که طرفدار تتلو هستن یه شب بی نظیر رو داشتن. به دست من توجه کنید، من با هات قهرم ولی بی تو خوب، انگار با همه حالم غریبم. حالا صدا برداری کنسرت رو که اینجوری نمیشه فهمید، چون اینکه رفته تو میکسر ریکورد شده، ما داریم ریکورد شده رو میشنویم، درست شد؟ اینکه لایو نیست، یعنی لایو هست، لایو ریکورده، منظورم صدای اسپیکر لایو ریکورد نیست، صدای میکسر ریکورده. نمیدونم صدا برداری اونجا تو کنسرت چطور بوده، تو ایران که تعریف خاصی نداره، حداقل در گذشته که نداشت، تو این دو سه سال اخیر آمارش ندارم، باید شما بگین اونایی که رفتن تو کنسرت چطوری بوده، ولی این چیزی که میکس شده تمیز و عالیه، بچه‌ها خوب زدن، خودش هم که مشتی عالی. به به با همه قهرم اصلا این دور و ور آدم ندیدم، هر چقدر حال دادم ای دادم فریبم. ببین اینا چی هن که بینشون این من تیک پاره آدم ترینم. تموم راه رو های خونه رو خیلی تیون میخونه، خیلی تیون میخونه. حالا اونا که رفتن تو کنسرت باید بگم، ولی این چیزی که میکس ریکورد شده خیلی تیونه، خیلی عالیه برای یک کنسرت. حالا یه کاماهای بیرون هست که اصلا اوکیه، کاملا خیلی عالیه، خیلی عالیه. اکتش خیلی ریله، زیاد از حد نیست، کم نیست، خیلی واقعیه، مناسب این ترکه، واقعیه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. تنها مشکلی که من الان دارم اینا نورپردازیه، نورپردازی بسیار ضعیف. بالاخره اینا ترکن دیگه، تو ترکیه است، اینا خب تیم اینا نیستن که، اینا فقط بند رفته، این نمیتونن احتمالاً درست باشون کامیونیکیشن برقرار کنن دیگه، این باید از قبل ست نورپردازی معین میشه. الان یه نوری آمبیانسی هست و یه سری واسه خودش داره تعویض میشه، اصلا رو مترونوم تعویض نمیشه، نور معمولی فقط صرفا که نوری باشه واسه خوش الکی میچرخه، شلوغ بازی میکنه، نور خوب نیست، انتظاری هم نمیشه داشت، چون تیم خودتو باید ببری. البته از تتلو انتظار میره که این کارو بکنید، آقا تو که سلطان پولی، یه تیم نورپرداز میتونی برداری برای ترکات از قبل فیکس کنن، تیم نورپرداز خودت به عنوان اپراتور بیان، حالا میتونی از نورهای سالن و غیره کرایه کنی، اپراتور خود نورپردازی کنه، اون موقع اصلا کنسرت تازه میفهمی کنسرت چیه. بچه کنسرت
با نورپردازی خوب و بدون نورپردازی خوب یه 500,000% با هم فرق میکنن واقعا. شم که بچینی من با درم. میدونی منظورم چیه؟ مثلا این مترونوم آهنگ دیگه، شما رو مترونوم آهنگ خاموش روشن کنی المانتو. تو ایران حتما رفتین کنسرت ها دارن میبینین این کار رو دارن میکنن، تو کنسرت های ایرانی خیلی ها این کار رو میکنن. اصلا شما شور و هیجان وقتی که میگه من دلم بوفیو همه چی با هم روشن شد تیک تیک تحت پلان خاموش شد اینا اینجوری باشه، ولی اونقدر خودش با حاله به چشم میاد، ولی خب این ایراد وجود داره. ویولون خیلی خوبه. آن تو کنسرت دارن سوال جواب میکنن، این ملودی رو یه بار گیتار زد، الان داره ساکسیفون میزنه، حدس میزنم شاید دفعه بعد مثلا یه سازه دیگه ای بزنه. ممبراش هم خیلی شکیلن، بند خیلی شکیله. داشتم میگفتم، حالا صدام شاید نیومده باشه، گفتم ممبراش خیلی شکیلن، خیلی همه چیز خیلی شیک داره برگزار میشه. حتی الان دارم میبینم فیلمبردار لباس تمام مشکی پوشیده، خیلی هوشمندانه است. یه کنسرت دیده بودم یارو تو سفید پوشه، فیلمبردار فقط بعد رو استش مشکی کامل پوشه، سعی کنه خودشو محو کنه. خیلی شکیل، خیلی حساب شده، حرفه‌ای. ولی خود تنها ترین آدم. خیلی از بنده ها شما تو ایران هم میبینین، مثلا خواننده داره میخونه، این نوازنده ها هم دوست دارن بالاخره به چشم بیاد، اگزاجره یه سری فعالیت میکنن روی استیج، تو ذوق میزنه، یعنی بیننده با تماشاچی میفهمه که بابا فیل کن دیگه، تو فرانتمن که نیستی، تو اصلا بیشتر تو ذوق میزنی، کار خودتو کن، لذت ببر، هنر کاره دیگه. حالا درسته شو هم دخیله، ولی باید خودت باشی. یه موقع است که شما چه میدونم مثل اسلش میری تو کنسرت مایکل جکسون شو سنگی میکنی، ولی خودتی، خودتی. اینا الان خودشونن، خیلی به جای اکتا به جای. این شهرم یه دل میگه که برگردم، یه دل میگه با بدبختی و تا. خب صدا برداری اینجا خیلی ضعیف بود، شنیدی صدای سوتو؟ این فیدبک در نباید تو این کنسرت دیده میشد. گفتم به شما الان ما داریم میکسرشو میشنویم، مردم با اونجا که نشسته بودن باید ببینن که چی شنیدن. حتی اینجا هم داره صدای سوت میاد، صدا برداری به حال اینجا پر از میکروفون هست تو استیج دیگه و پر از اسپیکر و آمپلیفایر هست، احتمال فیدبک زیاده. این کمتر الان در پاپ ایران رخ میده، خیلی کم. اینا رو قبلا حل میکنن چون سالن در اختیارشونه، از صبح شاید از دیشبش، و صدا بردار خودشون میارن، کار قبلا بارها و بارها انجام شده. بالاخره تتلو کم تجربه است در لایف، ولی باید اینا رو میگم که انتظار میره مثلا تتلو چه میدونم یه ذره بیشتر سالن اجاره کنه و روی این قضیه بیشتر وقت بذارن. من حالا آمار ترکیه رو ندارم، مثلا نمیدونم که شاید تکنولوژی ضعیف باشه که بعید، اینجا متالیکا میاد کنسرت میده، اینجا نمیدونم کلی آرتیست درجه یک میاد کنسرت میده تو ترکیه، حتما صدا بردار. البته اونا که صدا بردارای خودشون میارن خارجیه، ولی خب حتما وقتی اینجا ابراهیم تاتلس کنسرت میده، تارکان کنسرت میده، اینا دیگه سلطان صدا برداری ان، اینا باید بیشتر روی این قضیه وقت بذارن. من با خود قهرم، تو فقط فکر خودت بودی و بس، تو فقط ساختی از این خونه شبین. تو اصلا میگه فیدبک میده جز بوی هوس، گین میکروفون وکال زیاده، وقتی گین میکروفون وکال زیاده این س که میگه فیدبک میده. تموم شده است، تموم راهای خونه رو. آه با میدونی تا خود صبح پیش من بذار اصلا من از چشم.
این آتیش الان بیمورد بود، قبول دارین اصلا هیچ جایگاهی تو این آهنگ نداشت، اصلا به این سیستم بی ربطه. وقتی همه نور آمبیانس روشنه شما فایر بزنیم، باید قطع کنی بعد فایر بزنی، همینجوری فله‌ای زده رفته، نورش خوب نیست. خون دلم برو دور شو ازم، ولی فیلم برداری پرفکته. به به آه، گفتم سولو رو هر دفعه یکی میزنه، الان ویولون داره میزنه. آفرین. رفتم جاده چالوس اومرا. به به آفرین آفرین. این دوتا کسرا منو میبرن جای مختلف. چی شد؟ رفت تبلیغ. میزنم گیتارو ویولون پرفکت زد، بسیار خوش حس، بسیار خوش لهجه، بسیار خوش نوت، بسیار خوش اکت، پرفکت بود، ویولون پرفکت بود. خونم میزنی زارو میدونی من اینجوری خالی میشم تو اینجوری نمی. گیتاریستی که پایین استیج وایساده بسیار خوش تاچ داره، ریتم گیتار میزنه، اونی که اون بالای داره آرپش میزنه صداش زیاد نمیاد، صدا برداری تو میکس زیاد اینجا جالب نیست. تونی میرم تو ماشین و فقط برو با دورا تو بزن، میرم و دور نمیزنم، برو با غورا تو بزن، میرم و غور نمیزنم، میرم و کل این تنم پر از زخم توه، دل من پر پر اما من دلم احبه واقعا احبه. ممبرها فوق العاده‌اند، فقط گیتار الکتریک چرا نیست؟ احبه تموم شد اینجا. آقا گیتار الکتریک چرا نیست؟ خفن نبود الان یه گیتار الکتریک سولو می اومد دستم پاره پوره میکرد کارو، ولی خیلی باحال بود، خیلی خیلی باحال بود. ای کاش گیتار الکتریک هم تو بندش داشته باشه، بیاد رو استیج، بیاد جولو قشنگ سولو بالا پایین، نور فلش. آره خیلی باحال بود، دمش گرم. این ترکش نامبر وانه، خودش هم ترانه پرفکت، اجرا پرفکت، همه چی بجا. امیدوارم که شما هم از من لذت برده باشیم، موضوع خودتون باشیم و خدا نگهدار.